از سه دو ساکنی تاجیکستان در خارج کشور خیش و تبار دارند. اینها اکثریت مهاجران کاری هستند که در روسیه کار و زندگی دارند و از این راه روزگاری خانواده هایشان را در وطن تأمین می کنند. علاقه موبیلی و اینترنت برای اکثر چنین خانواده ها یگانه وسیله دیدار و صحبت با پیوندان رهدورشان است. ما واتساپ کسی گلدونو میکنیم خیلی اکو قیمت هم باشه چیکار میکنید؟ دیگه چی ایلوت؟ وقتی چونین امکانیت هست چرا من باید از استفاده موبایل و اینترنت که یک واسطه آسان و راحت صحبت با نزدیکان است خودداری کنم؟ پرابلم для общения. هر گپوی زبوی نزدار مویر زبا پگا بو میروان. بوی دوزار مویر بچه ها میروان. همجا خسرو کور کسی هم خیلی. ما پشیرسه پا مویسنجر. ما توسط مسنجری فیسبوک و واتساپ صحبت میکنیم. البته چندان زیاد نه. ما همه آدمانی کارگر هستیم. بعدی کار با کودکان مشغول میشویم. ولی به هر حال وقت یافته با نزدیکانمون در خارج صحبت میکنیم. نخوزیم ریمه شتو بکک تو پشیرسه سنیمی. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان که 9 میلیون اهالی دارد، حدود 8 میلیون سیم کارت فروخته شده است. اما نصفی از اهالی کشور اینترنت دارند و پیوسته از آن استفاده میبرند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان میگوید اهالی میلیاردها دلار را برای استفاده اینترنت به شرکت های مخابراتی خارجی صرف میکنند و بهتر بود این مبلغ به یگان کاری مهمتر صرف میشد. صاحب نظران میگویند ضمن صحبت از خرج ساکنان به شرکت های موبیلی پرزیدنت نگفت که هم شرکت های مخابراتی خارجی و هم داخلی علاقه موبیلی و اینترنت را از وزارت علاقه خریداری میکنند. درآمدی اصلی را از این حساب همین نهاد مونوپولیست میگیرد. نرخ 1 گیگابایت اینترنت در کشور 4 دلار و 60 سنت است. رینک اینترنت سیازی تو تاجیکستان مونوپولیزیرون سی استرانی. بازار علاقه موبیلی و اینترنت در تاجیکستان از سوی خدمات علاقه و شرکت های تابع آن مونوپولیا شده است. بنابر این مبلغ به واسطه یا به واسطه به بودجه کشور یا به صورت حساب مخصوص این نهاد دولتی وارد می شود. مونوپولیا شدن این بازار به مسائل آموزش هم تاثیر منفی می رساند. علاقه موبیلی و اینترنت در تاجیکستان گرانترین در جهان بوده از نگاه سرعت بدترین است. سبب هم تأسیس مرکز یگانه مخابراتی و مونوپولیای ساحه است. از سوی دیگر اگر هم خرج مردم از استفاده اینترنت موبیلی در تاجیکستان بیشتر شده است، سبب به گفته کارشناسان این است که مردم در جستجوی خبر و گزارش های مهم بر رسانه های نسبتاً آزاد و مستقل اینترنتی می روند. از جمله آنها برای باز کردن سامانه های مسدود شده در تاجیکستان از قلف شکن ها استفاده می کنند. فکر میکنم که حساب کردن پول کیسه دیگران کاری درست نیست. مردم مجبورن این مبلغ را صرف کنند تا به نزدیکان مهاجری یا فرزندان دانشجویشان صحبت کنند. مردم بیهوده از تلفن موبیلی و اینترنت استفاده نمیبرند. برای بهتر کردن وضع باید به بهتر کردن اینترنت در تاجیکستان تلاش کرد. در مجموع به اندیشه کارشناسان عیبدار کردن تاجیکستانیان به خرج بیهوده مبلغ برای استفاده موبیل و اینترنت کاری درست نیست. برعکس به گفته آنها محض با عیب مقامات خرج آنها بیشتر شده است.